از دکتر موسی نوری، کارشناس مسائل سیاسی از ایسی ایتالیا، پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای دکتر نوری، سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای دکتر، در رابطه با محدودیت‌های ایجاد شده برای عزاداران حسینی توسط طالبان و برخی حمله ها به سوی عزاداران و انفعال طالبان در قبال آنها، لطفاً تحلیل خودتون رو برای بینندگان عزیز بیان بفرمایید. عرض خسته نباشید دارم و شما و بینندگان محترم. ممنونم. چنانچه در گزارش هم آمده بود، محدودیت های وسیع امسال بر عزاداری ابا عبدالله الحسین علیه السلام در ایام محرم و سوی طالبان وضع شد که به عنوان نمونه محدودیت هایی که وضع شده، یکی این بود که از محل مثلا توزیع شربت اینا باید در درون تکیه خانه ها باشه، خیرات و نذورات باید در بیرون از محل برگزاری مراسم انجام نگیره و هیچ هیئتی حق نداره که اهل سنت را در مراسم عاشورا در برنامه های اونجا که برگزار میشه اینجا دعوت بکنند و همچنین پرچم های عزاداری را در فعل از شهرها کابل، هرات و غزنی پایین آوردن و درگیری هایی با عزاداران حسینی در این شهرها داشتن و روز جمعه هم چنانچه در گزارش آمده بود حمله در مراسم عزاداری در سر پل انجام گرفت که منجر به زخمی شدن 7 نفر از عزاداران حسینی در اونجا شد. ببینید، مراسم عزاداری امام حسین علیه السلام از گذشته‌های دور در افغانستان بدون محدودیت همیشه برگزار شده و این مراسم در راستای همگرایی دو پیرو مذهب شیعه و اهل سنت نقش بسیار مهمی در طول تاریخ ایفا کرده است و همیشه از اهل سنت در این مراسم دعوت به عمل میاد و اونا هم شرکت میکنن و این منجر به همگرایی میشه و نمیدانم آیا طالبان از همگرایی پیروان شیعه و اهل سنت در افغانستان هراسناکن که در واقع نگفتن که نباید در مراسم عزاداری احدی از اهل سنت دعوت شود، در حالی که این دعوت شدن ها منجر به همگرایی بیشتر مردم افغانستان می شود و در واقع ما به این نتیجه می رسیم که گروه حاکم در افغانستان به دنبال پیاده کردن برنامه های در واقع سخت گیرانه خودشان هستند و نه به دنبال آنچه که منجر به همگرایی بیشتر مردم در افغانستان می شود که همین مراسم عزاداری نقش مثبتی در این جهت داره و مردم افغانستان را بیشتر دعوت به همگرایی میکنه و وحدت بین آنها ایجاد میکنه و اگر این محدودیت ها ادامه پیدا بکنه منجر به این میشه که همگرایی، همدلی، وحدت از میان مردم افغانستان رخت بربندد و در مورد حملاتی که انجام گرفته در سر پل افغانستان و یک حمله هم که در هرات قبلا انجام گرفته بود چند روز پیش که منجر به کشته شدن یک فرد در منطقه جبرائیل هرات شد، جدا طالبان مسئولیت دارند که کسانی که این حملات را انجام میدهند باید اونا را دستگیر بکنن و محاکمه نمایند. که در مورد قضیه هرات هنوزش خبری منتشر نشده است که فردی که اون شخص عزادار رو به شهادت رسانده آیا دستگیر شده یا نه و ظاهراً هیچ اقدامی از سوی طالبان انجام نگرفته، چون خود طالبان این عمل رو انجام دادن و اگر فردی از طالبان دچار یک جرم و جنایتی میشوند انگار یک مسئولیت دارن و از سوی طالبان پیگیری نمیشوند. در ولایت سرپل خب هنوز خبری منتشر نشده است که این حمله از سوی چه شخص گروهی یا شخصی انجام گرفته، این شخص آیا از حالا
منصوب به چه گروهی بوده و انتظار می رود که طالب قضیه را روشن بکنن و بله. فرد این حمله را انجام داده اینو باید دستگیر بکنن و تا بدین وسیله مردم مطمئن شوند که چه شخصی و چه گروهی پشت این قضیه بود. بله، ممنون از همراهیتون آقای دکتر. با تشکر از دکتر موسی نوری، کارشناس مسائل سیاسی از ایسی ایتالیا که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.